با فرا رسیدن فصل زمستان، هوای پایتخت بار دیگر آلوده و زهری شده است، تا جایی که تنفس این هوا برای شهروندان مریضی های زیاده را به بار آورده است. یا پالوشن است که بسیار زیاد به صحت ما مضر است و ما از حکومت افغانستان و شاروالی امیر تقاضا داریم که به مشکل آلودگی هوا توجه کنند، چون که بسیاری بیماری ها و امراض از این مشکل به وجود می و یک مشکل عمده افغانستان تلقی میشه. امی از طرف شام خفتن به حد هوا آلوده میشه که بیرون میبری پاسخانه میری حتما صبح یا گلوندرد است یا یک مشکل دیگه. این گفته میتونیم که مرگ تدریجی به وجود آمده. دکتران هشدار میدهند که اگر راهکارهای لازم برای جلوگیری از آلوده شدن هوای پایتخت روی دست گرفته نشود، زندگی بسیاری ها با خطر مرگ روبرو خواهد شد. دود و کثافتی که در هوا است باعث نقصانات وسیع در وجود انسان میشه. اولین جایی که هوای خراب و یا کثیف اثر میکنه عبارت از شش هاست و سیستم تنفسی انسان است. سیستم تنفسی انسان بسیار زیاد ضرر میبینه. استفاده از مواد سوخته بی کیفیت، زغال سنگ تصفیه نشده، آن هم به دلیل گسترش فقر، از عوامل عمده آلوده شدن هوای کابل گفته می شود. اما شاروالی کابل می گوید که شمار از بلند منزل ها، حمام ها و کارخانه های تولیدی که سیستم فیلتر ندارند بسته خواهند شد. بیشتر از 16 صد بلند منزل را و بیشتر از که فعلا هم جریان داره سرویس صورت گرفت، در حدود 11 صد بلند منزل ها به مرکز گرمی داشتند و تمام بلند منزل هایی که مرکز گرمی داشتند چک شده، اونایی که فیلتر معیاری داشتند از تمام اونها تعهد گرفته شد که اونها باید در هنگام فعالیت مرکز گرمیشان فیلترشان فعال و چالان باشد، چون فیلتر با برق کار میکنه. بر اساس گزارش ها آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر زودرس انسان ها در جهان تشخیص شده و سالانه بیش از 5.5 میلیون انسان در جهان از اثر آلودگی هوا جان می دهند.